خبرگزاری ایستا در گزارشی از بازگشت تیم ملی فوتبال نوشته است فوتبالیس های ایرانی که از سفری طولانی از برزیل به ایران بازگشتند انتظار چنین استقبالی را نداشتند مراسمی که در آن محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان هم داشت از میان بازیکنان تیم ملی ایران اشکان دژاگه مهرداد بیت آشور و دانیل داوری که در لیگ‌های خارج از ایران بازی می‌کنند به ایران نیامدند تیم ملی فوتبال ایران که در مسابقات جام جهانی 2014 برزیل در نخستین دیدار خود مقابل تیم نیجریه به تصاوی صفر بر 0 صف رسید در دومین مسابقه خود در این جام با نمایشی خیره کننده مقابل آرژانتین ظاهر شد که با یک گل مغلوب این تیم شد در دیدار آخر مقابل بوسنی با نتیجه سه بر یک مغلوب شد تا با حسب در محله گروهی راهی خانه شود The, the of کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی ایران که مشخص نیست وضعیت همکاری او با تیم ملی ایران به کجا خواهد رسید در مراسم استقبال از تیم ملی ایران گفت که فکر میکرده میشد نتیجه بهتری در جام جهانی بگیرد و باید همین اتفاق میافتاده آقای کیروش گفت در کل بازیکنان ایران فوقالعاده خوب بودند و به همین دلیل باید با آنها احترام بگذاریم و از آنها قدردانی کنیم همزمان خبرگزاری مهر اظهارات علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال در مورد آخرین وضعیت ادامه همکاری با سرمربی تیم ملی فوتبال را منتشر کرده آقای کفاشیان گفته است که قرار است فردا یک شنبه نشستی با کیروش داشته باشد تا تعیین تکلیف شود این, این اختلافاتی که وجود داشته بین رئیس فدراسیون فوتبال گفت در مورد افزایش قراردادی که این مربی خواسته از وزارت ورزش استعلام گرفته شده است در روزهای اخیر گروهی از ملی پوشان تیم ملی ایران کارشناسان فوتبال و 300 نویسنده ورزشی خواهان ادامه همکاری کیروش با فدراسیون فوتبال ایران شدند این در حالی است که محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان گفته است که با تمدید قرارداد کارلوس کیروش به صورت مشروط مخالفتی ندارد در این حال سایت خبر آنلاین روز جمعه خبر داد که فدراسیون فوتبال ایران دستمزد روزانه بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران که از سوی فیفا در نظر گرفته شده بود را به بازیکنان تحویل نداده است به گزارش این سایت این مبلغ که در مجموع حدود 240 هزار دلار آمریکا به ازای 750 دلار روزانه برای هر بازیکن است به فدراسیون فوتبال ایران داده شده اما این فدراسیون گفته است که این مبلغ صرف تأمین هزینه تغذیه و رفت آمد بازیکنان در برزیل شده و به بازیکنان داده نخواهد شد خبر آنلاین نویسد ملی پوشان از این موضوع ناراحت شدند علی نژادی صدای آمریکا